با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز، زنان و مردان دلیر ایران، دختران و پسران جوان و کوشنده به جان، موج بگیران، همه کارگران، کارمندان دونپایه‌ای که در جنایتکاری حکومت دست نداشتند تا به حال و از انبار مردم ایران غارت نکردند. پرستاران، کارگران معدن، رانندگان، معلمان زحمتکش، اساتید دانشگاهی که در هیئت‌های امنا و پست‌های مدیریتی دانشگاه نبودند و دلسوز دانشجویان و همدم اونها هستند و با همون فقر و سختی و فشاری که دانشجوهاشون زندگی می‌کنند زندگی کردند و می‌کنند. زنان و دختران ایران زمین، این زنان دلاور شایسته که نمونه های از اونها رو مثل آتنای دائمی، مریم منفردزاده، زینب جلالیان و نرگس محمدی و دیگر زنان زحمتکش و شریف که برای عدالت، آزادی، دادخواهی و ایرانی آباد، آزاد مبارزه می کنند و تمام جوانانی مثل آرش صادقی ها، موسیوند ها، اسماعیل عبدی ها، محمود بهشتی لنگرودی ها و همچنین آقای شاندیز 8.5 سال در زندان هست، مهدی فرای شاندیز و صدها مثل این عزیزان و چشم بسا شد هزاران مثل این عزیزان که در زیر بار ستمکاران در زندان های حکومت اما با لب خندان، دل خونین، مغزی روشن، پیام های خودشون، همبستگی های خودشون رو با مردم ایران، با مبارزات مردم ایران به جهانیان اعلام میکنن. وقتی چنین دلاورانی داریم که درودهای خودمون رو نصیب آنها میکنیم، عکسشون رو میاریم توی تلویزیون ها نشون میدیم، اسمشون رو میاریم، برای این هست که دیگرانی که هنوز میترسن، دیگرانی که هنوز تردید دارن، دیگرانی که هنوز برای منافع کوچک شخصیشون که به اون هم نمیرسن، در درون یک نظام فاسد، جنایتکار، دروغگو، اشغالگر، آدمکش مثل نظام حکومت اسلامی بیدار شن و ببینن چه دلاورانی در سرزمین ایران هستند، در کوی و برزن، در میدانها، در زندانها، اما تسلیم نمیشه و از حقوق مردم ایران، از آبادی ایران، از آزادی ایران، از همه بالاتر از شرافت انسان، انسان ایرانی در کنار بقیه انسان‌های جهان دارن دفاع می‌کنن. وقتی ما ببینیم که چنین نمونه‌ها و الگوهای مبارزه‌ای در کشور ما کماکان وجود داره و با نسل ما تمام نمیشه و بعد از ما هم ادامه پیدا می‌کنه، امید جوان‌ترهایی که حالا دیگر زندانیان و مبارزین و دادخواهان رو می‌بینن، بله، دادخواهان، ستم دیدگان دادخواه، انسان‌های با شرفی که در این کشور دارن زندگی می‌کنن، ستم‌ها، ظلم‌ها، اشغالگری‌ها، غارتگری‌ها، تجاوز، دزدی از حقوق مردم، بردن اموال مردم از بانک‌ها که شدن مال باخته و هزاران هزار فساد حکومتی رو می‌بینن و از بین تمام این ستم پذیران و ستم دیدگان، اینها به دادخواهی بلند میشن. اینها کسانی هستن میان و از حقوق مردم، از حقوق کشور دفاع میکنن. یکی در دفاع از محیط زیست مثل پروفسور سید امامی جانش را دست میده، سید امامی در زندان ها کشته میشه زیر شکنجه. یکی مثل ژاله کاظمی، خبرنگار ایرانی آمریکایی کانادایی، میاد چند تا عکس از خانواده ها در جلوی زندان ها میگیره، میکشنش توی زندان، تجاوز بهش میکنن، تکه پارش میکنن، ولی فکر میکنی تمام میشه؟ نه، ژاله کاظمی همین الان که ازش یاد میکنیم زنده است و در کنار ماست و مبارزش ادامه داره. حلول میکنه این مبارزه در مبارزین بعدی، در روح اونها، در جسم اون. زن و مرد، دختر و پسر، امروز می‌بینیم که از دیماه به این طرف یک انقلاب ملی رو برپا کردند و تقریبا کار حکومت تمام هست. اکثریت مردمی که تا 6 ماه پیش باور نمی‌کردن این حکومت سرنگون بشه،
همین دیروز نمونه های از گفتگوهاش رو داشتم با برخی، اونها هم پذیرفتن که آره اینها کارشون تمام است، از دستشون در رفته، اقتصاد رو نمیتونن اداره کنن. همین الان خبر آمد که دلار از 5200 تومان هم بالاتر رفته و پیدا نمیشه. اصلا در صرافی های ایران دلار کسی نمیفروشد، ارزی دیگه وجود ندارد، یعنی تومان بیمعنی شده، یعنی اقتصاد ایران بیمعنی شده. در کنار اون همین الان در اهواز یک مبارزه بزرگ دادخانه طرف مردم ما، هممیهنان ما، عربهای خوزستان ادامه داره. این عربهای دلاور دارن می جنگن 5-6 روز برای حق حقوقشون، برای اعتراض به ستم و بیکاری، برای اعتراض به نانی که ندارن، برای اعتراض به ریزگردها و هوای آلودهی که همه رو داره خفه میکنه و میکشه و سرطانی میکنه، به بیابی، به آلوده کردن رودخونه کارون با تپه ها و کوه های نمک توسط حکومتیان و بیشعوری و گاه توطئه‌گری اونها. حکومتی که امروز نماینده هاش، پاسداراش 24 نفر از مردم عزیز عرب خوزستان رو در این قهوه خانه در رو روشون میبندن، مواد شیمیایی آتشزا میریزن، آتش میزنن و فرار میکنن و یه بچه 17 ساله رو اونجا به جای نماینده خودشون ول میکنن که تو بگو من میخواستم پسر خالم و شوهر خالم رو بزنم، و من اومدم اون آتیش بزنم. و اون دوتا با موتور پاسدارا رفتن که مردم دیدن و خبر این دارو دارن میدن همه جا. اینطور مردم رو کشتار میکنن که آدم رو به یاد سینما رکس آبادان میاندازن. همینطور مواد آتیشزا ریختن در سینما به فرمان خامنه ای، به فتوای نوری همدانی و به دست عوامل پلیدشون که الان همشون مثل نمیدونم پرورش و اون یکی شدن نماینده مجلس و دزد و میلیاردرها گردن گفت که در این کشتار مردم بودن. و حالا اینها یه بار دیگه سینما رکس رو در ابعاد قهوه خونه تکرار میکنن. 24 همیهن ما رو میسوز زنده زنده. چرا که اونجا دادخواهی آنقدر بزرگ شده که دیگه حریف نمیشن، از خرم‌آباد نیروی سرکوبگر و نیروی کشتار میخوان بیارن. ای کاش که مردم خرم‌آباد، مردم لرستان، مردم بختیاری قیام میکردن در حمایت از مردم اهواز، این عربهای اهوازی که ایستادن برای اینکه میگن ما یکی از اقوام ایرانی هستیم، چرا عکس و یا عروسک ما رو در جای ما در نقشه‌ای که در صدا و سیمای رسمی کشور هست قرار نمیدید، چرا هویت ما رو به رسمیت نمیشناسید؟ ما 3 میلیون ایرانی هستیم که عرب هم هستیم، فرهنگ خودمون، زبان خودمون، اندیشه خودمون هم داریم، حقوق خودمون هم باید داشته باشیم، چرا ما رو میخواید ندیده بگیرید؟ و این ندیده گرفتن هویت ما، وجود ما با این همه فلاکتی همراه است که با نابودی محیط زیست، نابودی منابع آبی، بیکاری، دزدی و غارتگری از استان کلن، از ایران کلن، و اینکه در ثروتمندترین استان کشور اکثریت مردم فقیرترین مردم کشور باشن که حتی بازسازی های جنگ که حکومت خودش درست کرد، خودش ادامه داد در خرمشهر و آبادان و خیلی از شهرهای کوچیک و مرزی و ندیده جبران نشده، بازسازی نشده و این نامردی کماکان ادامه دارد. البته این مبارزه در درون خوزستان یا در درون مردم فقط نیست، رسوایی، فساد، دزدی، غارتگری آنقدر بالا گرفت که دامنش کشید به درون حکومت. از این حکومت شما نگاه کنید، رئیس جمهور خود این حکومت از بنی صدر که شروع بکنیم و به رجایی و برسیم و بعد به خامنه‌ای برسیم و بعد به رفسنجانی و خاتمی و همین احمدی نژاد و همین روحانی فعلی، همه‌شون با خود حکومت، با خود خامنه‌ای، با خود سپاه درگیر شدن، تا جایی که خود خاتمی گفت ما کارپردازی بیش نیستیم، یعنی مستخدم، چای بیاریم چای ببریم. ولی اینقدر نامردن، چون میلیارد میلیارد همشون می‌خورن، نمیان حقایق رو بگن و به صفوف مردم که برانداز هستن نمیپیوندن، باز مردم رو میخوان توی سوراخ سفره ها گم کنن، یه بار به نام صندوق رأی، یه بار به نام اصلاح طلبی، یه بار به نام یک مزخرف دیگه بنفش و سبز و امثال اون. و الان هم که اعتدال روحانی که دلار رو از 3200 تومان، از 3000 تومان حتی میتونیم بگیم رسونده به 5200 که دیگه قیمت نداره، چون دلاری نیست و مملکت در فروپاشی کامل قرار گرفته و حکومت هم در این فروپاشی قرار گرفته. و همین دلیل فقط تنها ابزاری که داره
سرکوب و آدم کشی و این گاردا و ماشین های ضد شورش و یه مش آدم احمقی که اگه لبنانی و عرب نباشن ایرانی هم باشن برای پول همه چیشون رو فروختن شدن چماق به دست باطل به دست مردم رو سرکوب کنن غافلن که احمقا بالای شماها پسرای امثال خاتمی خامنه ای رفسنجانی ها خانواده شون خارج از کشوره مشروا خامنه ای با میلیاردها دلار پول 1,600,000,000 پوند فقط در یه حساب در انگلستان در انگلستان هم داداشای لاریجانی ها در آلمان هم اون یکی در کاناداست اون یکی در آمریکا اون یکی در زولاند نو در نمیدونم استرالیا نیستن اون 3-4 هزار تا اصلی بخور بخور پشت صحنه شما احمقا برای کی دارید اصله به دست میگیریم باتون به دست میگیریم هم میهنان خودتون رو سرکوب میکنید شناخته میشید فیلماتون رو دارن میگیرن عکساتون رو دارن میگیرن خونهاتون رو پیدا میکنن مادرتون خواهرتون زنتون بچهتون برادرتون همه رو شناسایی میکنن مردم قصر در نمیرید وقتی که به روی مردم اسلحه و باتون میکشید وقتی که میخواید سرکوب کنید یه جا یکی دیگه شما رو سرکوب میکنه یادتون باشه بازی طرفه نیست تازه شما فکر کردید که چه این حکومت میمونه مگه خود شما موقعتون داره عقب میفته خود شما هم دیگه مثل سال 88 نمیتونن بهتون پولای مفته اون موقع روزی 400 هزار تومان بدن از مسجدها بریزنتون بر سر مردم شما نهایتا 1% جمعیت خواهید شد و 99% جمعیت خرخره شما رو خواهند گرفت همون فامیلاتون همون همسایهاتون همون دوروبریاتون که میبینن شما چه رفاهی به هم زدید وقتی که اونا اون همه فقیر و محروم و گشنه شدن خودتون رو به جای بقیه بذارید اگه میتونید ببینید که یکی در اطراف شما از فقر و فلاکت داره نابود میشه و ساکته فکر نکنید تا ابدی ساکت بمونه و با ماشینی که زیر پاتون و چندرخازی که تو جیبتون پوز بدین و دور بزنین دیر نیست همین گشنه ها به سراغ شما خواهند اومد همین همسایه هاتون همین فامیلاتون حتی همین برادری که گشنه است به نسبت تو برادری که سیر کردی با آدم فروشی و سرکوبگری خودت رو الان یه وقت تصویه حسابه دیدی که 2-3 سال پیش آن جوان دلاور در مترو شهره چطور وایستاد جلوی نیروی انتظامی و اون آخوندی که به دختر مردم تعرض کرده بود و الان بیشتر شده در دیماه خودتون دیدید که 100 و چند شهر قیام کردن و این اعتصابات کارگری اعتراضات کارگری ادامه داره معلم ها به سوی اعتصاب میرن اصلویه الان تو اعتصاب اهواز در اعتصاب پالایشگاه ها پتروشیمی ها همه دارن اعتصاب میکنن همین امروز هم که بسیاری از معلم ها به کلاس نرفتن در اعتراض به حقوق موقعه عقب افتاده شو همین امروز هم بسیاری دانش آموزان همراه معلم ها شدن توی مدرسه و دوربر مدرسه ها ولو شدن و به ریش شما میخندن تصور میکنید که تا ابد همینجور میمونه تحریم هم که کمرشون شکونده پولی دیگه به دستشون نمیرسه کشور رو کلش هم که به روسیه و چین بخوان بفروشن اونها چون میدونن این کشور آبستن حادثه است و این حکومت فاسده و با حکومت فاسد نمیشه معامله کرد با شما با حکومت شما معامله نخواهند کرد و تو پاسدار نادان تو بسیجی نادان تو نیرو انتظامی که تفنگ و چماق رو نمیدونم با تون دستت میگیری بسیجی که خودت هم گشنه ای فردا چجوری باید جلوی خشم عمومی بیستی راه به جایی نخواهید برد مطمئن باشید من الان همینجا چند تا نمونه شو میگم باورتون بشه اگه که لطف بکنن اتاق فرمان ما در صفحه خبرگر قسمت آخرین اخبار یک خبری داریم که ادامه افشاگری هایی است که از سالهای قبل یک جنای حکومتی مثل احمدی نژاد و یارانش بر علیه کل حکومت میکردن اسم خامنه ای رو نمی آوردن حالا خود خامنه ای هم در جریان این اسامی میاد خانوادش میاد جزو فاسدگران و غارتگران الان این افشاگری داره نشون میده که لیست بسیاری از اسکله ها آمده است که این اسکله ها به شکل قاچاق هستند
و این اسکله هایی که به شکل قاچاق هستند توسط سپاه، توسط حکومتی ها را افتاده و این نمیتواند ادامه پیدا کند، چون با ورود قاچاق، با ورود کالای قاچاق، صنعت ورشکست میشه، کشاورزی ورشکست میشه، عملا بسیاری از شغلا از بین میرن، میلیون ها کارگر، میلیون ها دهقان، کشاورز بیکار میشن، که این تظاهراتشون هم تا همین هفته قبل در اصفهان شاهد بودیم و ادامه اون اعتراض ها هست و که رفتن جاهای به اصطلاح موانع آب و شکستن، آب و ببرن به زمین های خودشون. اینجا هم همینطوره. این لیست فسادی که منتشر شده 201 اسکله قاچاق رو داره با آدرس در جزیره قشم، در جزیره کیش، در هرمز، در بلوچستان، در سیستان، در مرز زاهدان، در مرز کردستان، در بوشهر، در آبادان، در خرمشهر، 201 دونه دونه اسمشون تو لیست آورده شده. اسکله قاچاقی که بدون نظارت کالا، بدون نظارت گمرک و بخش‌های مالیاتی کالا دارن وارد مملکت میکنن و عملا صنعت ایران، کشاورزی ایران رو به زمین میزنن و میلیون ها بیکار به وجود میارن، کالای ایرانی رو نابود میکنن، سودی که از راه تولیدات ملی وارد ایران میشد و از بین میبرن، پس هم جامعه رو فقیرتر میکنن، هم بیکارتر میکنن. اینو فاجعه است که الان حکومت باش روبروست که از درون اینطوری افشا میشه و تک تک سنگراشون داره لو میره و این فضا رو برای ما مبارزین، برای ما نارضی ها، برای ما کارگرها، برای ما مزدبگیرا، برای ما خانواده های زندانی سیاسی و زندانی عادی آماده میکنه که بیشتر بیم به خیابان، بیشتر بیم به اعتراض، همدیگر رو پیدا بکنیم، تمام این چراغای راهنمایی رو باید شکست، تمام این دوربین های کنترل رو باید از بین برد، دوربین های توی بانک ها، دوربین های مغازه های طلافروشی لب خیابون که وقتی بچه ها میرن شعار بنویسن، وقتی که میرن تظاهرات اینا رو شناسایی میکنن، این دوربین ها رو که به این ببریم دیگه نمیتونن شناسایی بکنن و این کار بزرگیه و این مبارزه ادامه پیدا میکنه اگر که ما بخوایم نجات بدیم کشورمون و خودمون. پس یک تضاد عمده رفته تو شکم حکومتی که فاسده و جناهای فاسد حکومتی دست همدیگر رو رو میکنن، همدیگر رو افشا میکنن. وای به حال اینا که اینطور در مقابل هم ایستادن، چرا که دیگه نمیتونن با این فرایند خودشون و زن و بچه هاشون و جووناشون کنار بیان. در ادامه این که مبارزه درون مردم هم ادامه داره، یعنی ضمن این که یک کسی مثل احمدی نژاد یا یه جریان های ناراضی از درون هم و استمرار طلب ها که به مردم پیوستن، ماموران اطلاعاتی و سپاه و امنیت که به خارج از ایران همشون و از همون ترکیه و دبی و هر جایی که وارد میشن شروع به افشاگری میکنن و فسادها، غارتگریها، تجاوزگریها، شکنجه‌ها، محل‌های مخفی، محل‌های نگهداری پولی که تو انبارها پالت پالت دلارها اونجا خوابیده رو میان و لو میدن. یعنی دیگه حکومت هیچ جایی امنیت نداره و میدونه اطلاعاتش داره فروخته میشه و فروپاشیش نزدیکتر میشه. همین امروز هم مردم دلاور کردستان وقتی که میبینن این همه تلاشی که میکنن به نتیجه نمیرسه، چرا که حکومت کماکان کوربرها رو کشتار میکنه، تیراندازی میکنه، تیر مستقیم میزنه، خب معلومه که این اعتصاب میکنن، معلومه که اعتراض میکنن و امروز هم در سراسر کردستان همه شهرهای کردستان اعتصاب بود و این اعتصاب بسیار بسیار سازمان یافته بود، متحدانه بود. در تمام شهرهای کردستان این اعتصاب کاسبکارها، مردم، مغازه‌دارها ادامه پیدا کرد و اینکه اگر اتاق فرمان هم بتونن چند تا عکس هم که مغازه‌ها همه بسته است از پیاده‌روها گرفته شده در محله‌های مختلف شهرهای مختلفی که در اعتصاب اعتراضی مردم کردستان حضور کردن، همین 14 فروردین دیدنی است که مردم ببینن که در همین جمهوری اسلامی که بعضی فکر میکنن هیچ کاری نمیشه کرد، چجوری میشه اعتصاب کرد و تمام شهرها رو بست. الان افزایش به اصطلاح گمرک،
اجاره مغازه ها که مالیات سنگین ازشون میگیرن، بالا رفتن هزینه های زندگی و بسته شدن گذاره های گذرگاه های مرزی دلیل اصلی این اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان بود و اونها مردم کردستان خواهان حمایت و همبستگی بقیه مردم ایران هم شدند. و اگر که همه مردم به هم بپیوندن و این نوع اعتراض های اعتصابی و اعتراضی در همگره بخوره، مطمئنا ما از امکانات بیشتری برخوردار خواهیم شد، چرا که بسیاری درون حکومتی ها آماده فرار و ریزش از حکومت شده. یعنی یه طرف اعتصاب و اعتراض و درگیری هایی که مردم با حکومت دارن، یه طرف هم ناراضی ها درون حکومت که به خود اومدن و با حکومت الان درگیرن و افشاگری میکنن. یه افشادگیری دیگه هم تیم آقای احمدی نژاد کرده که در روزنامه ایران اینترنشنال و سایت های خبری ایران اینترنشنال منتشر شد و به اصطلاح آقای احمدی نژاد که به اصطلاح قبلا رئیس جمهور بود، طی یه بیانیه آمده و به سفر اخیر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران اشاره کرده و اونجا نوشته که ما سندهایی داریم داله بر این که وقتی که در طول مذاکره بوده نماینده انگلیس با سران این حکومت، هیچ یادداشت برداری از اون منتقل نشده و منتشر نشده. همچنین به اصطلاح این که خود آقای احمدی نژاد یه جای دیگه عنوان میکنه که مقامات قضایی با زیر پا گذاشتن همه موازین قانونی و انسانی قصد جان نزدیکان او رو داشتن و هم خودش و خانوادهش در خطرن. کسی که رئیس جمهور همین حکومت بوده، این نامه‌ای که داره میده میگه وضعی که ما داریم وای بار بقیه. همچنین ایشون یه وقتی یه حکم 62 سال زندان برای آقای بقایی میدین و رحیم مشایی رو دستگیر میکنین که این همه خدمت به حکومت کردن، چون اینا میدونین که همشون تو کردستان بودن، در کشتارها بودن، در سرکوبها بودن، در اعدامها بودن و همشون به واسطه اون کشتارها و اعدامها، همه خود احمدی نژاد هم جز اینا هست، این پست ها و این امکانات بالا رو بهشون دادن. ولی ببینیم آش چقدر شور شده که اینها هم به صف مبارزین و معترضین پیوستن و زندان هم میرن. بعد جای دیگه احمدی نژاد میگه این حکومت انقدر ترسوه که به شکل مخفیانه و غیرقانونی بازداشت میکنه و در خفا بازداشت میکنه، بدون ارائه نامه دادگاه بازداشت میکنه. خب این بلایی است که 39 سال 40 سال بر سر همه مردم ایران آورده بودن، ولی شما به این کار اعتراض نمی کردین. حالا هم که اعتراض بود باز خوبه. و برای همین هم میگوید که نسبت به دستگیر شدگان هم اتهامات و تهمت های دروغ میزنن. این هم که از همون اول سال 57 همه مردم دیدن که حکومت هر خدمتگذاری که خواست بکشه زندان کنه یه تهمت دروغینی بهش زد، یه چیز ناموسی و سکسی و امثال هم بسپون، یه پولی هم نمیدونم یه جایی حساب به حساب کرد به نام این آدم دادن و بعد این آدم ها بودن زندان و نابود کردن. اینها رو احمدی نژاد به خوبی داره منتشر میکنه و به همه مردم ایران داره میگه که آقا چنین بساطیه توی این کشور. و همچنین ایشون میگه که مثل اینکه خود این حاکمانی که در جمهوری اسلامی بالاترین مقام ها رو دارن، منظورش دیگه کیه غیر از خامنه ای، سران سپاه و سران دیگر قوه هایی که با خامنه ای همکاری میکنن، میگن اینا فکر میکنن که موندگارن، اما کاخ آرزوهای ظالمان بسیار سست است و تاکید میکنه که بهار در راه است، به همین بهاری که ما داریم، یعنی سیاهی بر زغال حکومت بلدفقیه میمونه که خود این آقایون هم بخشی از اون زغالن و بعد فکری به حال خودشون با صداقت بیشتر افشاگری بیشتر بکنن. متن نامه هم در سایت خبرگر هست، کسانی که میخوان به طور کامل و دقیق و مو به مو بخونن میتونن به وبسایت رسمی خبرگر مراجعه کنن، خبرگر به انگلیسی همطور که میگیم نوشته میشه .co، خبرگر.co. اینو که بخواید بزنید وارد سایت خبرگر میشین و اخبار زانه ایران رو اونجا دارید و تحلیل هایی که برخی از
خوانندگان و یا نویسندگان سیاسی اجتماعی برای ما میفرستند. به هر حال یک خبر دیگه هم که اهمیت داره بهش بپردازیم این هستش که خب شما که در داخل ایران زندگی میکنید یا از این امکانات اینترنتی دارید استفاده میکنید، به خوبی میدونیم که الان در اهواز مطالبات انباشته شده زیادی وجود داره، یعنی اینکه مردم اهواز ریزگردها، بیکاری، بیابی، بیخانمانی داره نابودشون میکنه. حالا وسط این هویتشون هم حکومت جمهوری اسلامی زیر پا میذاره، یعنی میاد در تلویزیون یه نقشه میذارن چه یک بچه میاد عروسک هایی رو به نشانه از اقوام و ملل مختلف ایران اونجا میذاره، ولی کن هیچ چیزی از مردم عرب خوزستان، همیهنان عرب ما اونجا قرار نمیده و اونا رو عصبانی میکنه. یعنی اصلا در خوزستان عربی وجود نداره، نزدیک 3 میلیون آدم اصلا نیستن. این از حماقت ها و نفهمی های گردانندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که شاید هم عمدن این کارو میکنن که مردم رو تغییر کنن. برحال بر پایه این رفتار غلط حکومت اهواز حدود 4 روز 5 روزه که اعتراض، شبا اعتراض، مردم به اصطلاح فریاد میزنن و دادخواهی میخوان و اینکه نیروهای حکومت هم نمیتونه سرکوبشون کنه، از بروجرد و خرم‌آباد و این برابر نیروی سرکوبگر دارن جمع میکنن که بیارن مردم اهوازی که دادخواهی میکنن و یه جوری خفش کنن. این هم خب یک خبر مهمی است که چرا که این اتحاد همبستگی مردم اهواز الان باعث شده که حکومتی ها 2 تا پاسدار و یه بچه کوچیکی 17 سالشه میان و در قهوه خونه‌ای که عرب‌ها نشستن استراحت میکنن بعد از تظاهراتشون اونجا بمب آتشزا میندازن، درم میبندن روی این مردم در داخل قهوه خونه، این مدعای خدا رو اینطوری میکشن به همین راحتی در شهر اهواز. این بساطی است که حکومت درست کرده برای مردم و واقعا این آدم نمیدونه چی بگه که چطور میشه که یک حکومتی که این حد از جنایتکاری و بیمسئولیتی میرسه که حاضر است اینطوری مردم رو نابود بکنه برای منافعش، برای که به حقوق اونا پاسخ نده، برای که این مدت اونجا هزینه نکنه، زندگی رو سطحش رو بالا بیاره و امکانات ناچیز مردم رو بیشتر بکنه. به هر حال الان این مبارزه اهواز به یه مبارزه استانی و منطقی داره تبدیل میشه. امید داریم که بقیه مردم ایران، ملل ایران، چه میدونم هر کسی خوش ایرانی میدونه، در حمایت از این جنبش اعتراضی عرب‌های ایران به حمایت بیان، پشتیبانی بکنن و نگذارن که این مردمی که حرف حساب میزنن حرفشون روی زمین بمونه و احساس تنهایی نکنن. به هر حال این کشتارگری های در قهوه خانه، این سرکوبگری های در خیابون، این فرایند زدن آدم ها به شکل ترور و در زندان ها اعدام کردن دیگه کارآمدی نداره، چون انقدر مطالبه ها انباشته شده، انقدر سطح مردمی که برای اعتراض دارن بیرون میان بالا رفته که دیگه حکومت نمیتونه با این ابزارهای زدن و آب جوش و نمیدونم فرار دادن مردم موفق شد. به هر حال این اعتراضات کماکان ادامه داره و شهر اهواز و استان خوزستان الان مدتی است که مرکز تولید خبر مردم ایران شده و همه مردم ایران دنبال این موضوع هستن که یه جوری حکومت رو سرنگون بکنن. این مطالبات انباشته شده و این انکار هویت مردم اهواز بیانگر یک سیاستیه که محسن رضایی این سیاست رو علم کرده بود و گفته بود من با به جون هم انداختن مردم عرب و بختیاری و لور به جون هم اینا رو میندازیم تا اونا با هم درگیر شن و ما این بالا بخور بخور خودمون رو ادامه بدیم، که اینم رو شده و خوشبختانه در شورای دموکراسی خواهان ایران که همین امروز جلسه بود قرار شد که یک بیانیه حمایتی و یک حرکت حمایتی از سوی تمام کسانی که با این 10 تا حزبی که در این شورا هستن همکاری میکنن در بر داشته باشه. همچنین که در این آتش سوزی اهواز در قهوه خونه
رد پای سپاهیان رو خود مردم محل شناختن و اونها رو شناسایی کرده بودن با اینکه صورت بند با پاچه درست کرده بود. این بخش های خبر رو که کنار هم می‌بینیم که وضعیتی که در کشور ما از وضعیت سابق نیست و هر روز احتمال یک اتفاق جدید، یک بحران جدید و تبع اون راه‌حل‌های جدید هستیم و فکر می‌کنیم که به سرنگونی حکومت می‌انجامه، چرا که بسیار از حکومتی ها مثل احمدی نژادی ها هم اینو فهمیدن و به مثلا صف مردم اومدن و فعلا مرحله خامنه ای و تیم و دارنفتش دارن افشاگری میکنن. از این خبر هم که بگذریم، بحثی که از قبل هم مطرح شده بود بحث این بود که در یک حکومتی که سیاست های اقتصادی درستی نداشته باشه و به شکل فقیه بخواد اداره بشه، یعنی آخوند اون بالا بشینه بگید چیکار کنی چیکار نکنی، بعدم بیاد و فتوا بده که مثلا من میخوام مثلا اینها پول بدن اینها پول ندن، اینو من بگیرم اونو نگیرم و یک ثانیه تصمیم گیری ها رو به این میبرم. ولی در مقابلش ما میدونیم که کسانی که فریخته هستن مبارزه میکنن، حتی در بین طبقه کارگر که دستمزدهاشون عقب افتاده، حق بیمه شون رو از دست دادن، قراردادهای موقت رو به اونا تحمیل میکنن به جای اینکه قرارداد رسمی داشته باشن و امنیت شغلیشون تأمین شده باشه و اینطوری حکومت زیر پای جنبش کارگری و مطالباتی رو هم خالی میکنه که اون نتونه یه روزی میاد بگه آقا فلان حق هم مال من است یا فلان حق هم شما باید ما بدی. برحال این دستمزدهای موقته و قراردادهای موقت وضع حکومت رو به هم ریخته. هر روز میبینیم که تظاهرات میشه، اعتراض میشه، اعتصاب میشه، پرچم بلند میکنن و در بعضی جاها هم که با عوامل جمهوری اسلامی درگیر میشن و این کارگران ایرانی در همه جا، حالا این مثال هم میزنیم از کارگران شاغل در آلایشگاه آبادان که اونها وقتی صحبت میکنی که ظاهرن باید حقوق زیادی بگیرن، میبینیم اونها رو هم محروم کردن و حقوق زیادی به اونها نمیدن، اونها هم به صف معترضی پیوستن و در اعتراض به مطالبات برآورده نشده تجمع کردن و اعتراض به اصطلاح کارگران پیمانکاری در زمستون هنوز ادامه داره و به کارگران دائمی هم یه جوری سرایت کرده است. همچنین این که شما نگاه بکنید مثلا حسن صادقی، علیرضای محجوب و چند نفر دیگر رو اینو میارن به عنوان نماینده کارگر در چانه زنی، بعد از هم یک ماه در اسفند هم میگن اوکی ما پیشنهاد کردیم 1,180,000 تا حقوق بدن، آیا در بسیار محلات تهران با 1,000,000 تومان میشه کاری از پیش برد؟ خرج زندگی جواب میده ما 1,000,000 تومان؟ به نظر میرسه جواب منفیه. به همین دلیل است که کارگرها و مزدگیرهای ایران هم در صف اول مبارزن، مخصوصا تو نیشکر هفت هفته، تو سندیکای شکر واحد، بین معلمایی که فقیر و قرارداد محروم به صدا قرارداد موقت دارن، این حرفا در حال جوشش است. چگونگی براندازی این حکومت رو چطور بندازیم، چه جریانهای رهبری این انقلاب ملی و بوده خواهند گرفت، چه جریانهایی برای رهبری این انقلاب پروژه و تر دارن، چه کار بکنیم، چطوری عبور کنیم، چطوری گذر کنیم، اگه عبور کردیم گذر کردیم فردا رو چطوری کنترلش بکنیم، چون در ابعاد بزرگ چند صد نفره و چند هزار نفره بایستی مسائل تولید و کار و اینا رو حل کرد و همه اینا بی پاسخ موندن، چرا که در بخش کارگریش که اینجا اشاره داشتیم موضوع اساسی است که کسانی که به عنوان نماینده کارگر در همه تصمیم گیری های ایران شرکت کردن در حقیقت نماینده کارفرما، وزارت اطلاعات و سپاه هستند. به همین دلیل هم نمیتونن مسائل کارگری رو درک کنن و درستش کنن و به همین دلیل هم هست که دائما از چماق سرکوب و نارضایتی استفاده میکنن و به این ترتیب هی فاصله بین خودشون و کارگرها رو هم بیشتر میکنن و کارگرها دیگه به اونا اعتماد نمیکنن که باشون حرف بزنن و نظر باسواد اونا استفاده کنن. به هر حال یه مسئله اساسی از این بحث این کارگران میاد بیرون و اون این هستش که در شرایط حاضر نیاز کنونی ما چی هست؟ سازماندهی و اعتراضهای پراکنده
را آیا به سطح به صورت همبستگی ملی و در بیاریم، خواستهای برخی از کارگران و به صورت حمایت یک پارچه و سازماندهی از طرف خود کارگران پیشنهاد شده به شکل سراسری، یعنی همه ما کارگران، نهادها، شوراها، سندیکاها زیر یه سقف بزرگ کارگری جمع بشیم که بهمون قدرت اجتماعی بده و قابلیت مبارزه. و برای این موضوع بایستی از همه بیشتر رفت به سراغ بخش نفت، پتروشیمی، گاز و این طرف آموزگاران و معلم‌ها، و اون طرف بخش حمل و نقل، هم حمل و نقل جاده‌ای و تریلی و کشتی‌ها و امثال اون، بیابانی، دریایی، و هم بخش حمل و نقل درون شهری و اتوبوس‌ها و سازمان‌های مسافربری درون شهری موقت و یا به اصطلاح اتوبوس‌ها و بخشایی که راننده های اونها به جز در اون شهری در بیرون شهر و جاده ها، چه در بخش حمل بار چه در بخش حمل مسافر، دارن کار انجام میدن. اینطوری است که جنبش کارگری میهن ما در مبارزه هم مذهبی وارد شده، باید تقویت بشه و حکومت رو بایستی هی به عقب برونیم که دیگه نتونه واسه ما تصمیم گیری بکنه و ساخت کار اقتصادی رژیم ولایت فقیه که تمام پلا پیامدهاش این اوضاعی بودی که داریم میگیم، باید در هم بریزه و بایستی بر کنار بشه تا سیاست‌های جدید اقتصادی واقعی مثل همه کشورهای دنیا در کشور ما هم اعمال بشود. امید به اون روز و امید به این که این گفتگوها تا حدی برای حرکت‌های بعدی مثمر ثمر باشد. یک مشکل دیگه هم که تو کشور ما هست این هستش که الان در کشور ما چون قانونی نیست، سندیکای به اون شکل بزرگی نیست، اینا هی سرکوب کنن، درگیری سنگینه، خیلی ها هستن که فرصت نمی‌کنن به مطالب انسانی بپردازن. الان در بسیاری از کشورها که دوچار جنگ شدن، دوچار فروریزی شدن، خب اولین جا میان به مسائل کودکان رسیدگی میکنن. ولی در کشور ما با اینکه به قول این آقایون 40 سال از انقلابشون گذشته، هنوز که هنوز کودک ها تو سطح بله زباده هند و فقیر هند و محروم هند و گشتگی میکنند و هیچ چیزی هم گیرشون نمیاد و این هم یه اتفاق بدتر واسه حکومت. شما وقتی بچه های خود این مملکت با سواد نشن، آموزش نبینن، کار نتونن پیش ببرن، چگونه وقت شما میخواید مدیریت بعدی این کشور رو به دستشون بدی؟ یا اصلا به دست کی بدی؟ به همین دلیل هستش که خود این هم به یه بحران الان تبدیل شده، بحرانی که مربوط هستش به دست کوچک با آرنج های سیاه که همه جوانان، کارگران جوان، بچه های کودکان کار و خیابان با این رنج آشنا هستند. و فکر میکنیم تمام انجیوها، احزاب، سندیکا، جریان های سیاسی و کارگری بایستی در حمایت از این کودکان و برای تغییر قوانین در ایران و تغییر حکومت در ایران همکاری بکنن، تا اگه که ما میخوایم که از این شرایط نجات پیدا بکنیم. خب یه مطلب دیگه هم همکاران من در خبرگر قرار دادن که اونم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. چرایش به این هستش که به اصطلاح در اطراف ایران، الان در عراق، در ترکیه، در افغانستان، هر جایی که آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، در اون پایگاه نظامی هزاران نفر نیروی نظامی دارن پیاده میشن، تجهیز میشن و تمرین میکنن. البته بعضی ها میگن که مثلا در سوریه و عراق به این دلیل آمریکا با اعزام نیرو و تجهیزات داره موافقت میکنه که اون رو بر علیه ترکیه به کار ببره به عنوان دولت دیکتاتوری اسلامی، و از اینجا هشدار میخواد بده که دولت جمهوری اسلامی هم فرق با دولت ترکیه نداره و آمریکا میتونه که به اونها حمله بکنه و نیروهای نظامی و تجهیزات خودش رو اونجا منتقل کرده و مدیریت بکنه. بحث دیگه ای که هست اینه که چرا حالا الان آمریکا در اطراف ایران این همه داره نیروی نظامی پیاده میکنه.
خب یکی در شهر خب منبج یا منبج بوده در سوریه، یکی در افغانستان بوده، یکی در ترکیه بوده، یکی هم در عراق، که این همه نیروی نظامی چندین هزار نفر سربازای تربیت شده و اسلحه های فوق مدرن در اونجا الان هستن، برای اینکه چه کاری کنن هنوز برای ما روشن نیست. در کشور ایران با بودن حکومت ولایت فقیه هر لحظه خطر شروع یک جنگ در داخل ایران هست، چون در خارج از ایران که همین الان ما در جنگ سوریه، در جنگ فلسطین و اسرائیل، در جنگ یمن، در جنگ بحرین، در جنگ با عربستان سعودی، کشورمون توسط حکومت خائن ولایت فقیه حضور داره، و از سوی دیگه هم از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی داره کم کم دربارش تصمیم نهایی گرفته میشه که کامل این رو به اصطلاح تحریمش کنن و هیچ چیزی دیگه نذارن بهش برسه. یعنی شاید اون سیاست نفت در برابر غذای صدام هم بدتر از اون هم بکنن. این هست که این اخباری که ما داریم، این اخبار واقعا بخشش نگران کننده است. یعنی ما اصلا باید بشینیم روی اینا خیلی تحلیل کنیم، هم که نگذاریم که وقتی در این شرایط که جمهوری اسلامی در ضعیفتری وضعیت خودش قرار گرفته چه کارهایی داره میکنه، چه توطئه‌گرایانه میکنه که بزرگترین نیروی نظامی دنیا رو جلب کنه به اینجا در یه جنگ و در یه درگیری سنگین موشکی بهش آسیب بزنه. این یه نمونهشه. نمونه دیگرش این هستش که در شرایط حاضر جمهوری اسلامی وضعیت ایجاد کرده که اکثریت کشورهایی که تو منطقه هستن، مثل عربستان، مثل کویت، مثل قطر، کل امارات، حتی دولت عراق که خیلی هم با جمهوری اسلامی همکاری کرده، بخشای زیادی از مردم افغانستان نسبت به سران جمهوری اسلامی نفرت دارن و اینها رو دشمن مردم خودشون میدونن، مخصوص عربستان که هم قدرت اقتصادی داره، هم قدرت نظامی داره، هم با آمریکا و اروپا از همه رابطهش نزدیکتره، پول زیادی هم ذخیره داره که اگه جنگ بخواد بشه و طولانی بشه هزینه های رو بده. حالا این عربستانی که قدرت اقتصادی و نظامی و پولی و پشتیبانی داره، چه احمقایی هستن که 88 موشک ول میکنن روی عربستان. خب نتیجه چی میشه؟ غیر از اینکه عربستان هم بره با آمریکا، با انگلیس، با اروپا، با کشورهای دیگه کنار بیاد و از بین اونا بخواد دوستهای بزرگ جهانی در مقابل دوستان منطقه‌ای شما بیاره، نه معنیش چی میشه؟ به جز جنگه؟ به جز کشتاره؟ به جز خون ریزیه؟ خب نتیجه همه این بدبختی گریبان که رو خواهد گره؟ مردم ایران، مردم فقیر شده، محروم شده، کم دانش، کم اطلاعی که واقعا نمیدونن که الان باید چه کار بکنن. حالا واقعا ترس و لرز بر جان بسیاری از ایرانی های با شرف میفته. چرا؟ که این حکومت یه کاری کرده که اگر خودش هم نباشد و بخواهد از قدرت کنار برود، جنگ و جدال و خونریزی و بدبختی ادامه پیدا بکنه. چرا که اون سنگ اول رو معمار کج گذاشته، خشت اول گر نهد معمار کج، با سریا میرود دیوار کج. خب این کاریست که جمهوری اسلامی کرده، الان هم حتی اگه بخواد نکنه نمیتونه، چون بهش عادت کرده. دشمن آفرینی، دشمن دشمن گفتن و نیروهای زیادی رو در دنیا دشمن مردم ایران کردن، همه اینا از جزء اون پروژه‌ای که جمهوری اسلامی میگه حالا که من میخوام برم زمین سوخته تحویل بدم، یعنی کشور داغون شده نابود شده رو بدم به آمریکا، که تازه آمریکا اگر بتونه کشور رو باش کنار بیاد، با رهبران سیاسیش کنار بیاد و اونها با همدیگه کنار بیان، آیا با چقدر تکنولوژی و بعد از نبودن جمهوری اسلامی چقدر طول میکشه تا این خرابی ها رو کارشناس ها پیش بینی کنن وارد میکنه؟ این فکر کنم یه سوال اساسیه و
و این سوال اساسی به ما این فرصت رو بایستی بدهد که راهکارها رو خودمون پیدا کنیم. آینده کشور رو نذاریم در دست جمهوری اسلامی که با جنگ طلبی خودش به اینجا رسونده و بدتر از این خواهد کرد بدیم. آینده کشور رو به دست کشورهای دیگه نبایستی بدیم که نمیدونیم سیاست ملیشون با سیاست هایی که مردم ایران اکثریتشون بهش نیاز دارن آیا همخونی داره یا نداره. وقتی که این فکرها رو کنار هم بذاریم میبینیم که چقدر بار مسئولیت سنگینی به گردن همه ما هست و چطوری این بار مسئولیت رو ما میخواهیم به زمین بگذاریم یا به دیگری بسپاریم. این فرایند گذار ما پیش خواهد رفت. حالا با توجه به این مشکلاتی که الان داره جامعه ایران، ما فقط و فقط یه راه داریم که شورای هماهنگی رهبری انقلاب رو سازمان بدیم و همه گروه های برانداز، دموکراسی خواه، آزادی خواه و معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایران در اونجا با هم متحد شیم، متشکل شیم، در شورای رهبری، شورای هماهنگی رهبری انقلاب بتونیم همه براندازان دموکراسی خواه و آزادی خواهی که تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارن رو گرد هم بیاریم. از همه حزب‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها داریم دعوت می‌کنیم و از مردمی هم که تو حزب‌ها، گروه‌ها نیستن به طور عادی در شبکه‌های ببخشید اینترنتی این دعوت باید به عمل بیاد و بحثاش بشه که الان در فیسبوک منصور اوسانلو داره این بحث میشه. امیدواریم که بیننده‌ها به سایت خبرگر سر بزنن و دونیت سایت خبرگر رو بزنن و از طریق دونیت خبرگر به جنبشی که ما داریم، به سایت خبرگر، به برنامه‌های تلویزیونی که ما داریم و بدون دستمزد هستن کمک بکنید تا بشه به اون امر ساز